دیشب با موتور داشتم میرفتم دوباره یک صدای اومد از انجین و به قول معروف استاپ کرد موتور نرفت. یعنی حالا من نمیم مشکلش چی بود ولی صدای تا حالا همچی صدای من اصلا از این موتور نشنیده بودم. فکر کنم تسمه ایش واس شده یا دولیش رفته. اگه میخواییم بشنوین صداره اینه من تا حالا همچی صدایی نشنیدم. بازش کنیم ببینیم چه مرگی شده. صدا رو که دیدین پولی واس شده. از بیارم دوربینو جلوتر. پولی واس شده. حالا من موندم پیچا کجا رفتن. پیچ و مهره باید اینجا باشه. مهرش مثلا یه چه عجیبه نیست. مهره اینجا من نمیبینم. غیبش زده. خیلی خوب. حالا من تا این مهره اینو پیدا کنم. آها مهره تو تصمیه اینجا بود. خب خدا رو شکر که خرجی نیزش رو دستمون. الان عجیبه واس شده. چرا واس شده؟ شانسی که آوردیم زیاد مشکل دار نیست. فقط اینو میندازم سر جاشو سفتش کنم بره. That's it. خودم اینا نگه نداشتم که یه خورده به چرخه. چون این میره داخل این به چرخه این تصمیه بیاد دور. چون اگه نگهش دارین سفتش کنین تصمیه بین دوتا پولی جمع میشه. ولی یه خورده که دور به چرخه تصمیه وقتی این بسته میشه پولی تصمیه میاد دور پولی از اون وسط درمید. خب
بعد رو معمولا اکثر اسکوترها دو تا جا چی داره؟ اسمش چیه؟ دو تا سوراخ وسطشونه، یعنی دورشونه که حالت انبور میفته، ولی من خب اون انبور رو ندارم. یه پیچگوشتی میذارم بینش معمولا. خب این هم کتابش آوردم، باز اون پیچ پولیه رو میخوام صف کنم. اینجا بالاش زده که چقدر پیچه ها رو صف کنیم. درایف پولی نات 59، کلاچ از درایف پولی کاور بولت. خیلی خب 59، من فکر کنم یه خورده شاید بیشتر بگیرم، 60 شاید هم 61. اینه آچارمونه، دوباره سفتش میکنیم. خب 59 تا تا 60 هم بیشتر نداره که بخوام یعنی سفتر ازش کنم. به آخرین جاش رسیدیم، 60. خیلی خوب، کلیک رو که کرد، یعنی بس. خب قبل اینکه بخوام ببندم یه روشنش میکنم فقط ببینم همه چی درسته یا نه. داخل این دوتا کلاچه، خیلی هم دوست دارم بدونن چجور کار میکنم. انجین که میچرخه این پولی عقب رو میچرخونه، این کلاچ رو میچرخونه. وقتی که دور موتور یه خورده زیاد میشه دوتا کلاچ حالت کفشکی های ترمز باز میشه به این حالت. معمولا 3 تا دارن، 2 تا دارن، بستگی به مدل موتوره. واس که میشه این با این درگیر میشه، این همیشه در حال چرخشه، این پولی عقبش با کلاچ وقتی سرعت میره بالا این کلاچ واس میشه، اینو میگیره. وقتی اینو میگیره تایر میچرخه، این هم مستقیم به تایر وصل نیست، این میره داخل این، اینجا داخل پشت این پولی نا گیر باکسه، یه خورده به قول معروف هم قدرتشو میبره بالاتر، بعد میره به تایر. این بود. حالا دیگه تنها کاری که باید بکنم تمام پولی مولی رو ببندم، این هم تمام کابرا رو ببندم و جمعش کنم که باید برم کار دارم.
کاوه رو گذاشتم سر جاش. فقط قبل اینکه کاوه رو ببندین مطمئن شین واشر دورش سر جاشه، چون آب میره داخلش و اینا مشکل دار میشین بعد. مال از باک بنزین میاد، وقتی بنزین زیاد میزنم میریزه از این میاد پایین. دوست ندارم این زیر بری باشه، باید بره سر جاش که قشنگ بریزه رو زمین تو کاور زیر جمع نشه، یه موقع احتمال آتیش گرفتنش هست. انجین لوله اگزاز از همونجا رد میشه، بخار بنزینم که از خود بنزین خطرناکتر. خیلی خوب، استارت دوباره. یو